اسراری رو از زندگی ژاک شیراک به آگاهی شما میرسونم که تا حالا کسی نگفته. میدونین پیش از انقلاب سیاه ایران در جهان سربلند بود. الان بعد از زیر انقلاب سیاه هر کاری هم که میشه در راستای ایران هست و سربلندی تاریخ 7000 ساله ایران شوربختانه سانسور میشه. زندگی ژاک شیراک بخشی از زندگیش تأثیرات مهمی داشته از تاریخ و فرهنگ ایران که امروز برای شما توضیح میدم. ژاک شیراک حدود 20 سال داره که میره امریکا در بوستون و یک دختر خانومی آشنا میشه، فلورانس، که در رستوران کار میکرده، خودش هم در رستوران کار میکرده که تا هزینه سفرش اینا رو به دست بیاره. اینا عاشق دختر میشه، دختر عاشق شیراک میشه، قرار با هم عروسی کنن. دختر در نیورلانز زندگی میکرده ولی بارها میرن اونجا و اونجا کله پاچه میخوره آقای ژاک شیراک. به فرانسه میگن تت دو و. تت دو و رو از اونجا ایشون مزه میکنه، خوشش میاد و بعد این حدود 50 سال میمونه راز ژاک شیراک تا اینکه در این 20 سال پایان عمرش ژاک شیراک دلش میخواست که پزشک بشه، اما با بوستان و گلستان سعدی که آشنا میشه میگه به من مزه خدمت به مردم رو داد این کتاب های سعدی. سعدی در فرانسه خیلی مشهوره، حتی که از رئیس جمهورهای فرانسه مش بوده سعدی لوکارنو، یعنی لوکارنو سعدی. پدرش پیداست که خیلی به سعدی علاقمند بوده. فرهنگ ایران در غرب خیلی ارزش داشت پیش از انقلاب سیاه اسلامی. ژاک شیراک هم در نوجوانیش آشنا میشه با بوستان و گلستان سعدی و این وقتی که ایشون رئیس جمهور شد من یک کتاب سعدی رو به زبان فرانسه نفیس بود که عکس مینیاتور چسبانده شده درش بود بهش وقتی کادو دادم گفت سعدی عشق من بوده و سعدی منو به سیاست کشونده و اینو برای من نوشت، دست نوشتش هم دارم، که میگفت که با خوندن کتاب سعدی آیین حکمرانی عادلانه رو یاد گرفته و گفته چرا که نه، من به جایی که بخوام پزشک بشم به مردم خودم خدمت بکنم. واقعا ما هم روزهای نخست ورودم به پاریس که خواستیم جشن نوروز، جشن 13 بدر رو برگزار بکنیم، امکانات والی هم نداشتیم. من به عنوان رئیس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه ژاک شیراک برابر برج ایفل رو بارها در اختیار ما گذاشت. جنگل بولون تا همین الان که 40 سالم داره میگذره تو جنگل بولون 13 بدر رو ما ایرانی ها میرن برگزار میکنن. پایش رو من بودم که سالها اجازه میگرفتیم از ژاک شیراک، این اجازه رو میداد به ما شهردار پاریس. بعد هم که رئیس جمهور شد میدونید نقش مهمی در سرکوب ترور ایرانی خارج از کشور داشت. هنگامی که ایشون رئیس جمهور شد من محافظ داشتم در فرانسه و ماشین ضد گلوله و غیره، ولی زندگی من خوب نبود چون در حصار محافظین امکان داره بعضی شاد باشن، من ناشاد بودم. ازشون خواستم که اینا رو برداره، اصرار که نباید باشه. بعد گفتم آخه الان داره خاتمی هم میاد پاریس پیش شما، شما بین خاتمی بگید آقا توی مملکت ما تو اروپا آدم نکش، نکش. وای من که نمیتونم به رئیس جمهور یک مملکتی بگم تو آدم میکشی بگو نکش. گفتم نه قربان، شما نگید که تو میکشی، بگید آقای خاتمی تو تازه رئیس جمهور شدی، خبر نداری که به وزارت اطلاعات ما، سازمان اطلاعاتی ما به ما خبر دادن که وزارت اطلاعات شماست که آدم ها رو میکشه اینجا. شما بینا بگید این کار نکنن اگه میخوایی ما تو اروپا کمکتون کنیم. ما غیره اونی که بعضی ها به شیراک خورده میگیرن که کمک کرده ایران رو در خارج، در ازاش این ازش میگرفت و خاتمی وقتی اینجا بود این وعده رو داد به شیراک که پیشگیری کنه، جلوگیری کنه و حتی بگیره مجرمین رو محاکمه و چه کنه. به همین خاطر بود که باند سعید امامی، سعید اسلامی رو در ایران بازداشت کردن بعد از اینکه خاتمی از پاریس برگشت به تهران و بعد اون افسانه رو میدونید. شیراک حتی با جنگ عراق مخالفت کرد در سازمان ملل متحد، یک انسان آزاده و درستی بود، ولی خب یادتون نره اشتباه همه میکنن. پدر من میگفت مرداب چون راه نمیره مرداب اشتباه نمیکنه، خطا نمیره، منحرف نمیشه، اما رود وقتی جاری هست، دریا وقتی طوفان داره خب اشتباهاتی پیش میاد. امروز میبینید که ژاک شیراک رو چه استقبالی مردم ازش کردن، مردم خود این سرزمین. ما الان ساعت 11 شب هست،
و از صبح که این انولید از اون طرفش باز شده، مردم همینطور صف کشیدن کیلومترها که برن بدرود بگن با شاکشیرک. در تاریخ این بیسابقه است. وقتی تو در دل مردم جا داری، اینجوریست که ازت استقبال میکنن هنگام رفتن. در تاریخ فرانسه نه، در تاریخ جهان بیسابقه است که چنین بزرگ داشتی برای یک رئیس جمهور انجام بشه. ژاک شیراک، رئیس جمهور ژاک شیراک که از دنیا رفت. ببینین این صفحه بزرگی هست از مردمی که الان روز یک شنبه ساعت 11 شب و الان از صبح این انبوه جمعیت توی صف چند کیلومتری وایستادن در انولید، جایی که کلیسا و آرامگاه ناپولون بناپارت هست. در اینجا پیکر ژاک شیراک نهاده شده است که مردم میان آخرین دیدار رو باهاش انجام میدن. و با این که عرض کردم الان ساعت 11 شب هست، ولی همچنان مردم اینجا در صف هستن که بتونن برن وارد کلیسا یا همین پایگاه نظامی سابق انولید بشن و با ژاک شیراک بدرود بگن. مهمان یاران، این دور تا دور این انولید یه خندقی کنده شده که ناپلئون به تقلید از جنگ‌های ایرانی خندق رو کنده بود. پشت این آدم‌ها خندق هست و این هم انولید هست و می‌بینید که همچنان انبوه جمعیت بیرون و در داخل وایستادن تا برن و بدرود بگن به ژاک شیراک. در رابطه با ژاک شیراک توضیحاتی به شما خواهم داد. امروز با هم هستیم مهربانی را. زبان هم این هفته یک نکته بسیار مهمی رو گفتم در رابطه با آقای ژان لویی دوبره، بیمارستان دوبره پاریس به نام پدرشونه. ایشون رئیس پارلمان فرانسه بود، رئیس کور کنستیتوسیونل بود، یعنی شورای نگهبان فرانسه، یک شخصیت بزرگ و از بهترین دوستان ژاک شیراک بود. ایشون وقتی که می‌خواست یکی از کتاب‌های مجلس شورای ملی فرانسه رو به من هدیه بده، معمولاً خود من تا حالا هزاران کتاب امضا کردم برای افراد، کتاب امضا شده گرفتم، یک خودکار میگیریم دست میگه چیز میسیم امضا میکنیم میره. میخوام اینو بگم، نه برای سیاوش اوستا، برای ارزش برای ایرانی. آقای ژان لویی دوبره رئیس پارلمان فرانسه میخواد یک کتاب از مجلس فرانسه رو به من هدیه بده، این کتاب رو میگیره، درخواست میکنه از منشیش، از دستیارش که سه تا ماژیک براش بیارن، سه رنگ مختلف، سه تا ماژیکی که میارن. ایشون نقشه فرانسه رو با دست میکشه و وسط اون نقشه مینویسه ویف دوید عباسی. اما اینی که من داشتم به شما میگفتم در رابطه با کتاب، سه تا ماژیک خواست به سه رنگ مختلف نقشه فرانسه رو کشید و اون وسط نوشت زنده باد دوید عباسی، زنده باد جمهوری. و این یک شاهکار بود. من وقتی که آخرین بار با ژاک شیراک بودم گفتم که این ژان لویی دوبره رفیق خوبیه برای شما، مثل که با وفاترین رفیق بوده. گفت آره آره، انسان با وفاییست، انسان با وفاییست. شیراک به خیلی خدمت کرد، خیلی بهش خیانت کردن، خیلی بهش خیانت کردن که خود افسانه ای داره.